شبها تهران آرام است عنوان کتابی نوشته شیدابازیار که به تازگی به فارسی ترجمه شده و توسط نشر فروغ در آلمان منتشر شده. شیدا بازیار که در آلمان به دنیا آمده در آلمان هم بزرگ شده و پدر و مادر ایرانی داره. اون در رشته نویسندگی خلاق تحصیل کرده. شبها تهران آرام است اولین رمان شیدا بازیاره که در اصل آلمانی نوشته شده و چندین جایزه ادبی برده. از جمله جایزه اولاهان داوران جایزه اولاهان رمان شیدا را یک اثر ارزشمند ادبی توصیف کردند که باستاب دهنده شرایط امروز آلمان در رابطه با پناهجویانه شیدا بازیار امروز از آلمان مهمان منه اگه ممکنه خلاصه از داستان رومان رو برامون بگید رومان شبها ها و است درباره یه خانواده ایرانی است که بعد از انقلاب مجبور می شوند ایران را ترک کنند و به آلمان بیایند. داستان در سال 1979 رو می شود و در این بخش به زاد پدر خانواده داستان را نخ می کند. او مبارز چپ است و کم کم داره از انقلاب نامید می شود. در بخش دوم، در سال بعد، ناهید، همسر بزاد از آمادن به آیمان و از فرارشون تعریف می کند. همچنین در سال بعد، لاله، دختر بزرگ خانواده، از سفر به ایران و در سال بعد، در بخش چهارم، مراد از زندگی در آلمان و جنبش سبز تعریف می کند. و در آلمان این کتاب بیشتر با دید پناهندگی و جا افتادن در کشور آلمان گفته می شد اما برای من بیشتر کتاب درباره انقلاب اسلامی و اثر متفاوت آن به افتاد متفاوت این خانواده است چطور شد که به فکر نوشتن این داستان افتادین؟ اول برای من فقط انقلاب جالب بود من درباره انقلاب خیلی کم میتونستم و از جازیت ها اصلا اطلاع نداشتم و میخواستم مادر و پدرم را بپرسم که داستان آنها را بنویسم که برای همیشه بماند میتونستم که آنها در انقلاب شرکت کردند و چیزها به چشم خود دیدند که در آلمان به آنها توجه نمی شود. فکر کردم که این درست نیست که آنچه انقلاب برای خانواده ها یا حتی برای کسانی که خارج از کشور به دنیا آمدند کرده است نادیده بمینم یا از جنبش سب سکوت بکنم. در این دلیل کتاب از یعنی از انقلاب تا چه سال بعد از انقلاب در این کتاب است. هر فصل از رمان و یکی از اعضای این خانواده مهاجر روایت میکنه چرا چنین ساختمانی رو برای روایت انتخاب کردید میخواستم شیوه های مختلف به کار ببرم و نمیخواستم این داستان را تنها از دید یک نفر تعریف کنم چون اگر یک زن باشد که به کشور جدید میآید خیلی فرق دارد با آمدن یک مرد یا همچنین بچه که همراه مادر پدر باشد وقت فرارشون خیلی فرق دارد با بچه که خارج از کشور به دنیا بیاید یا حتی بچه موقع فرار بچه اول خانواده باشد یا بچه دوم و سوم و هر کدام از این شخصیت ها به شیوه خود حرف میزنند من خواستم که آنها با زبان خود حرف بزنند چون ما با شخصیت ها در این را خیلی بیشتر آشنا می شویم. کتابتون پنج سال پیش که در آلمان منتشر شد چندین جایزه گرفت خودتون فکر می دلایل استقبال از کتابتون در آلمان چیه؟ اول اینکه در چارچوب ارزش های ادبی بود فکر کنم چون اینکه شخصیت ها خودشون با زبان خود که حرف میزنند و هر کدام ریتم خود دارد این در نوشتنش یا در خواندنش مهم بود دوم حرفی هم برای گفتن داشت چون با این کتاب و کتاب های دیگر درباره پناهندگی در ادبیات آلمان حرف زده شد و این برای خواننده آلمان مهم است و من خیلی خوشحالم که در آلمان کسانی زیادی هستند که به سرنوشت, سرنوشت علاقه دارن ممکنه چند خط از کتاب رو برای بخونید؟ کتاب ها را زیر دامن او پنهان می کردیم کتاب های قدیمی شعر فارسی بیانی های سیاسی کتاب های ماکسیم گورکی کتاب های کودکان سمد برنگی بانوی محسن و محترمی که گاهی آقا دستایش را میبوسیدم خودم را در مقابل او همیشه کمی غم میکردم تا بلندتر از او نباشم دستایش در میان دستهایم می نمی توانستم این را به بزاد بگویم بذاد باید خودش متوجه میشد که دستهای مادرش همیشه میلرزند او همیشه بو میخک میداد همیشه دعای خیر بر سر زبانش بود گاهی اوقات به زور دست مرا میکشید تا ببوسد ما هر دو دا می دانستیم که او نباید این کار را بکند من باید قوی باشم و نگذارم که شرمند او بشوم اما دستهای کوچک و پرچین چروک مادر بزاد قوی بودند